رضا یونسی، برادر علی یونسی، برنده المپیاد که الان بازداشتن از اپسالا سوئد با ما هستن. وقتتون بخیر جناب یونسی. واقعا برای حکمی که بر برادرتون صادر شده و دیگر جوان نخبه متاسفیم. چرا برای وزارت اطلاعات این پرونده اونقدر مهم بود که سه تا مدیر کلش به دیدار قاضی برن تا از آزادی اونها جلوگیری کنند؟ خیلی ممنون از شما و بینندگانتون. دلیل اصلش این بود که هیچ مدرکی نداشتم برای اثبات اتهامات و به همین دلیل هم این پرونده برای 2 سال و اندی طول کشید و اگر کوچکترین مدرکی داشتن خیلی زودتر این حکم رو داده بودن. تو تمام این 2 سال از هر کاری که دستشون برمیومد انجام دادن، چه شکنجه‌های فیزیکی در 2 ماه اول، چه شکنجه‌های روحی در ماه‌های بعد، تهدید به بازداشت اعضای خانواده مرتب علی و امیرحسین رو و خانواده‌شون در چند ماه اول تهدید کردن که ما اینها رو اعدام می‌کنیم مگر اینکه اتهامات رو قبول کنید و بیایید توبه کنید و با هم همکاری کنید. تمام این کارا رو کردن در روزهای گذشته، ولی چون هیچ مدرکی نداشتن نمیتونستن اثبات کنن این اتهامات و همین دلیل هم روند دادگاه به این شکل بودی. قاضی معترض بودش هفته گذشته، هرچند قاضی بخش از دستگاه همین حکومت هستش، معترض بود که هیچ مدرکی وجود نداره برای ادله که برای اتهاماتی که میزنن و به همین دلیل وکلا و خانواده ها بعد از جلسه آخر هفته گذشته خیلی راضی بودن از روال دادگاه. قاضی گفت علی و امیرحسین با وثیقه آزاد میشن و حتی از وکلا خواسته شده بود که شما برید به این خبر رو اعلام کنید، ولی وکلا قبول نکردم و گفتن تا زمانی که وثیقه صادر نشده ما این رو اعلام نمی‌کنیم. برای اینکه حدس می‌زدن، هم وکلا هم خانواده‌ها حدس می‌زدن که این بخش از بازی روانی وزارت اطلاعات باشه، چون آزار و اذیت و بازی روانی بخشی از کار وزارت اطلاعاته. به هر حال این روند پیدا کرد، ادامه پیدا کرد 2 سال گذشته به این دلیل که هیچ مدرکی نداشتن. نه تنها مدرکی نداشتن بلکه تناقضات بسیاری هم داشتن، تناقضاتی که الان وکلا دست گذاشتن رو اون، از جمله امضای نیلی مصاحبه کردن و گفتن 21 اتهامی که علی و امیرحسین زدن حداقل در 1 مورد که گفتن تخریب یک ساختمان مربوط به بنیاد شهید، 1 نفر دیگه با همین اتهام محکوم شده و در حال حاضر زندان اوین هست. در 1 مورد اتهامی دیگه که به علی و امیرحسین زدن، 2 دختر بازداشت هستن و در زندان هستن و همون اتهامات برای همون مکان‌ها رو در پرونده علی و امیرحسین گذاشتن. اگر واقعا اعتقاد دارن که اون اتهامات به علی و امیرحسین درست هستش، به نظرم باید حداقل اون فرد در زندان اوین و اون 2 دختر که زندانی هستن اونها رو آزاد کنن، برای اینکه امکانش وجود نداره که یک جاها رو چندین نفر آدم مختلف تخریب کرده باشن. شما در توییتی اشاره کردین که قاضی پرونده خودش مخالف اتهامات اونها بوده، یعنی قضات اونقدر تحت تسلط دستگاه امنیتی هستن که برای متهمی بیگناه اون هم چنین حکمای سنگینی صادر میکنن؟ بله، مشخصا قاضی معترض بود در پرونده علی و امیرحسین. 1 تقاضا فقط از قاضی داشتن که قاضی فیلم بازجویی 59 روز اولیه رو به طور کامل ببینه. قاضی از وزارت اطلاعات اینو خواسته بود ولی وزارت اطلاعات حاضر نشده بود فیلم بازجویی رو بده و در عوض اومده بودن فیلمی که بعد از 2 ماه شکنجه از علی امیرحسین در 1 مدرسه با 1 لباسای خوب ازشون ضبط کرده بودن، اون رو به قاضی نشون داده بودن که خود قاضی رد کرده بود، گفته بود این فیلم بازجویی نیست، من فیلم بازجویی 59 روز اولیه رو میخوام. و به همین دلیل بعد تناقضایی که تو پرونده وجود داشت، قاضی گفت که اینها با وثیقه آزاد خواهند شد و فردا دقیقاً به خانواده گفت شما فردا مراجعه کنید که قرار وثیقه تهیه بشه. و وقتی که خانواده دا مراجعه کردن و وکلا دیدن که اونجا 3 مدیر کل وزارت اطلاعات به همراه رئیس دادگاه انقلاب تقوی چندین ساعت جلسه داشتن با قاضی و بعد از اون قاضی با حالت اینکه من بیمار هستم خارج شده از اونجا، تا چند روز به خانواده جواب نمیداده و بعد گفته مشکلی در پرونده ایجاد شده. این قضیه توی 8 روز 9 روز گذشته ادامه داشت تا روز گذشته که حکم رو اعلام کردن. فکر می‌کنین چرا 2 جوان نخبه باید قربانی سناریوی وزارت اطلاعات بشن؟ ولی خیلی از جوانای ایران رفتی به نخبه بودن و غیر نخبه بودن هم نداره، قربانی حکومت هستن. حکومتی که عملا بازی گرفته مردم رو، جونشون رو، مالشون رو، آرامششون رو و متاسفانه این شرایطی خیلی از جوانای ایران ازش آسیب دیدن، کشوری که میتونه کشور قوی و ثروتمند و با آرامش باشه تبدیل شده به کشوری که بسیاری از جوانها هیچ امید آینده ای ندارن، بسیاری به فکر فرار کردن هستن که آینده بهتری داشته باشن. سپاس از شما رضا یونسی، برادر علی یونسی که از سوئد با برنامه امروز بودید.